امیر منصور ابن نوح ابن نصر را آرزه ای افتاد که مزمن گشت و بر جای بماند و اطبا در آن معالجت عاجز موندند امیر منصور کس فرستاد و محمد ابن زکریای رازی را بخواند بدین معالجت او بیامد تا به آموی و چون به کنار جیهون رسید و جیهون بدید گفت من در کشتی ننشینم قال الله تعالی لا تلقو به ایدیکم الى تهلکه خدای تعالی میگوید که خیشتن را به دست خیشتن در تهلکه میاندازید. و نیز همانا که از حکمت نباشد به اختیار در چنین محلکه نشستن و تا کس امیر به بخارا رفت و باز آمد او کتاب منصوری تنصیف کرد و به دست آن کس بفرستاد و گفت من این کتابم و از این کتاب مقصود تو به حاصل است به من حاجتی نیست چون کتاب به امیر رسید رنجور شد پس هزار دینار بفرستاد و اسب خاص و ساخت و گفت همه رفقی بکنید اگر سود ندارد دست و پای او ببندید و در کشتی نشانید و بگذرانید چنان کردند و خواهش به او در نگرفت دست و پای او ببستند و در کشتی نشاندند و بگذرانیدند و آنگه دست و پای او باز کردند و جنیبت با ساخت در پیش کشیدند و او خوشتب پای در اسب گردانی و روی به بخارا نهاد سوال کردند که ما ترسیدیم که چون از آب بگذریم و تو را بگشاییم با ما خصومت کنی نکردی و تو را زجر و دلتنگ ندیدیم گفت من دانم که در سال بیست هزار کس از جیهون بگذرند و غرق نشوند و من هم نشوم ولی اگر ممکن است که شوم و چون غرق شوم تا دامن قیامت گویند ابله مردی بود محمد زکریا که به اختیار در کشتی نشست تا غرق شد و از جمله معلومان باشد نه از جمله معذوران چون به بخارا رسید امیر در آمد و یکدیگر را بدیدند و معالجت آغاز کرد و مجهود بذل کرد هیچ راحتی پدید نیامد روزی پیش امیر در آمد و گفت فردا معالجت دیگر خواهم کردند اما در این معالجت فلان اسب و فلان استر خرج می شود و این دو مرکب معروف بودند و در دوندگی چنان که شبی چهل فرسنگ برفتندیم. پس دیگر روز امیر را به گرمابه جوی مولیان برد بیرون از سرای. آن اسب و استر را ساخته و تنگ کشیده بر در گرمابه بداشتند و رکابداری غلام خیش را بفرمود و از خدم و حشم هیچ کس را به گرمابه فرو نگذاشت. پس ملک را در گرمابه میانگین بنشاند و آب فاطر بر او همی ریخت و شربتی که کرده بود چاشنی کرد و به دو داد تا بخورد و چندانی بداشت که اخلاط را در مفاصل نزجی پدید آورد آب فاطر یعنی چی؟ آبی که جوش اومده ولی یه قلقل نمیکنه. اینجا رو مطمئن نیستم حالا قزبینی صد درصد درست نوشته دیگه ولی تو خیلی از متون معنای آب ولرم به کار میگه <applause> پس برفت و جامعه در پوشید و بیامد و در برابر امیر بایستاد و سقطی چند بگفت که ای کذا و کذا تو بفرمودی تا مرا ببستند و در کشتی افکندند و در خون من شدند اگر به مکافات آن جانت نبرم نه پسر زکریا امیر به قایت در خشم شد و از جای خیش در آمد تا به سر زانو محمد زکریا کاردی برکشید و تشدید زیادت کرد امیر یکی از خشم و یکی از بیم تمام برخواست و محمد زکریا چون امیر را بر پایدید برگشت و از گرمابه بیرون آمد او و قلام هر دو پای به اسب و استر گردانیدند و روی به آمو نهادند نماز دیگر از آب بگذشت و تا مرو هیچ جای نایستاد چون به مرو فرود آمد نامی نوشت به خدمت امیر زندگانی پادشاه دراز باد در صحت بدن و نفاز امر خادم علاج آغاز کرد و آنچه ممکن بود به جای آورد حرارت غریزی با ضعف تمام بود و به علاج طبیعی دراز کشیدی دست از آن بداشتم و به علاج نفسانی آمدم و به گرمابه بردم و شربتی بدادم و رها کردم تا اخلاط نزجی تمام یافت پس پادشاه را به خشم آوردم تا حرارت غریزی را مدد حادث شد و قوت گرفت و آن اخلاط نزج پذیرفته را تحلیل کرد و بعد از این ثواب نیست که میان من و پادشاه جمعیتی باشد اما چون امیر بر پای خاص و محمد زکریا بیرون شد و برنشست حالی او را قشی آورد چون به هوش باز آمد بیرون آمد و خدمتکاران را آواز داد و گفت طبیب کجا شد گفتند از گرمابه بیرون آمد و پای در اسب گردانی و غلامش پای در استر رو برفت امیر دانست که مقصود چه بوده است پس به پای خیش از گرمابه بیرون آمد خبر در شهر افتاد و امیر بار داد و خدم و حشم و رعیت جمله شادی ها کردند و صدقه ها دادند و قلبان ها کردند و جشن ها پیوستند و طبیب را هرچند به جستند نیافتند هفتم روز قلام محمد زکریا در رسید بر آن استر نشسته و اسب را جنیبت کرده و نامه عرض کرد امیر نامه برخواند و عجب داشت و او را معذور خواند و تشریف فر بود از اسب و ساخت و جبه و دستار و سلاح و غلام و کنیزک و بفرمود تا بری از املاک معمون هر سال دو هزار دینار زر و دویست خروار قله به نام وی برانند و این تشریف و ادرارنامه به دست معروفی به مرف فرستاد و امیر صحت کلی یافت و محمد زکریا با مقصود به خانه رسید.